برای بسیاری از مردم در غرب ترکیه پرتو تابناک دموکراسی در شرق میان است اما یک گزارش جدید از کمیته دفاع و حمایت ژورنالیستان میگوید ترکیه با موجودیت 76 خبرنگار در زندان‌های آن کشور در توقیف خبرنگاران در جهان پیشگام شمرده می شود. تظاهرات در برابر پیگرد و تعقیب قانونی خبرنگاران در ترکیه سال‌هاست که جریان دارد اما در سال‌های اخیر تشدید یافته است تاکنون کنون به تعداد 100 خبرنگار به زندان رفته و آزاد شدند و متهم به جرایم جدی منتظر حکم محکمه بوده اند. شورشیان کرد در جنوب ترکیه یکی از موضوعات است که دولت ترکیه نمی خواهد در مورد آن گزارش داده شود. بسیاری از روزنامه‌نگاران به خاطر گزارش در مورد شورشیان به زندان رفتند. اما در ماه مارچ سال 2011، احمد سیک و ندیم سینر دو خبرنگار برجسته به اتهام یک جرم مشترک دیگر دستگیر شدند. توتعه علیه دولت. سیک یک کتاب در مورد فساد پلیس و سینر در مورد ترور هرانت دینک خبرنگار برجسته نوشته بود. نینا اوگانیوا تحلیلگر کمیته دفاع از خبرنگاران در نیویورک گفت به اساس اظهارات گروه های محلی در ختم سال گذشته یعنی 2011 بین 3000 تا 5000 قضیه و موارد جنایی در حال انتظار برای محکمه قرار دارد که شامل انواع اتهامات از توهین گرفته تا تلاش برای نفوذ علیه خبرنگاران بوده است پس از سیزده ماه توقیف سیک و سینر آزاد شدند اما آنها انوز با محاکمه مواجه سیک در استانبول به صدای امریکا گفت وی تصمیم قطعی دارد تا برای آزادی بیان مبارزه نماید و معتقد است که فشارهای بین المللی منجر به آزادی وی شده است من و ندیم هر دو به امر خاص صدر ازم اردوغان از زندان آزاد شدیم حکومت ترکیه به تقاضای اظهار نظر پاسخ نداده است نه در مورد آزادی سیک و نه در مورد آزادی مطبوعات اما اتحادیه اروپا میگوید افزایش نگرانی ها در مورد آزادی مطبوعات پیشنهاد ترکیه را برای عضویت در این اتحادیه با مخاطره مواجه می سازد امریکا نیز در مورد ابراز نگرانی کرده است یک تاثیر تکان دهنده دارد احساس است که می تواند با آن کسی با نوشتن و یا سخن گفتن در تلویزیون در این باره کار خود را از دست دهد و حتی ممکن است از مورد آزار و اذیت و یا تهدید به حبس و یا مورد بازپرس مقامات قرار گیرد با وجود فشار از سوی متحدین وضعیت خبرنگاران ترکیه بهتر به نظر نمی و مظاهرات دوام دارد لیلما حبیب عظیمی تلویزیون آشنایی صدای امریکا واشنگتن